لیوان خازه مال منه. دیشب از عمم هدیه گرفتم. چه خوب. بده ببینم. چرا بعضی از غزله این کتاب با اون تو کتاب شما نوشتن فرق داره؟ بله، ثبت و ضبط غزلیات خاطر متعدده، ولی تو از کجا میدونی؟ اون کتاب رو بده. مسئله اینجا رو ببین. مدعی خواست که آید به تماشاگه خواست، دست رد آمد و بر سینه نامحرم زد. یادم دیروز این بیت یه طور دیگه برای من خوندی. حق با توه. این بیت تو نسخه من اینطوری اومده. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. حالا به نظر تو کدومش درست داره؟ درست‌تر یا قشنگ‌تر؟ قشنگ‌تر. بیتی که تو خوندی. چرا؟ نمی‌دونم. فرق این دو تا بیت توی غیب و رد و خاص و راس. بیشتر از این است. موافقم. روح تماشاگر راس قدسی‌تره. قدسی‌تره؟ قدسی رو که پارسال لغ لگت تگت شد طفل معصوم. اصلاً اول عاشق گدسی بود. ندیدم آن ولی شنیدم. اگه اون الاغ تموش بی خودی لگت ننداخته بود، اصلاً الان گرفتار گدسی بود. تو هم بی درد سر به گل رخت میرسیدی. ظاهراً تو هم از اصلاً دل خوشی نداری. آره؟ دیوونه است. راستی جانم، چی شد که تو عاشق گل رخ شدی؟ همراه خانوادش اومده بود تبریز. کتابا رو توی قلبتون حمل میکردید، این طوری پای خودتون و خرتون توی گل نمیموند. کتاباتون هم این طوری داغون نمیشه. کار شما از جای دیگه خرابه. کمک منم دردی از شما دوا نمی‌کنه. از قضا دوای درد من شمایید. شما همیشه انگرد عبوسی؟ آلا بزن که اگه دقیه هشتی جبلا. Thank you.
بعدش چی شد؟ بازم گل رو خود دیدی؟ تبریز خونه یکی از اقوامشون بودن. کارم در اومده بود محمد حسین. تا اینکه خداوند بهترین فرصت در اختیارم گذاشت. اون شب خونه اونا شاهنامه خانی برپا بود. بیا دیگه. غمی بود رستم بیازید چنگ، گرفت آنبر و یال چنگی پلنگ. خم آورد پشت دریر جوان، زمانه بیامد نبودش توان. سبک تیغ تیز از میان برکشید، بر پور بیدار دل بردارید. بپیچید زان پس یکی آه کرد، زنیک و بداندیشه کوتاه کرد. بدو گفت کین بر من از من رسید، زمانه به دست تو دادم کشید. کنون گر تو در آب ماهی شوی، وگر چون شب اندر سیاهی شوی، وگر چون ستاره شوی بر سپهر، ببری ز روی زمین پاک مهر. بخواهد هم از تو پدر کین من، چو بیند که خاک است بالین من. از این نام داران گردن کشان، کسی هم برد سوی رستم نشان. چو بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشم اندرش تیره گشت. بگو تا چه داری ز رستم نشان، که گم باد نامش ز گردن کشان. جناب عالی رو قبلا زیارت نکرده بودیم. آنهایی که مرا میشناسند سید ابراهیم خطابم میکنند، و آنهایی هم که چندان معرفتی از من ندارن، ابراهیم ادیب. این بنده حقیر دعوت نشدم، بلکه شاید کسی در دلش خواستار حضور من شده باشد. آقایان به قدر کفایت قصه سوزناک رستم و سهراب خواندند. اگر میسر است شما ابیاتی از بیژن و منیژه بخوانید، جناب ادیب. اگر آقایان رخصت بدهند. بفرمایید. همت گویم و هم پذیرم سپاس، کنون بشنوی جفت نیکی شناس. بپرسش که چون آمدی بیدرا، که آوردت ایدون بدین چادرا. که من سالیان تا بدین مرغزار، همی جشن نو سازم اندر بهار. ندیدم چو تو هیچ ای ماه روی، چه نامی تو و از کجایی بگوی. منیژه کجا دخت افراسیاب، درخشان کند باغ چون آفتاب. همه دخت ترکان پوشیده روی، همه سرو قد و همه مشک موی. همه رخ پر از گل، همه چشم خواب، همه لب پر از می به جای گلاب.
منیژه چو از خیمه کردش نگاه، بدید آن سهی قد لشکر پناه. بر افتاد چشم منیژه بر اوی، یکی مرد را دید بس خوب روی. به رخسارگان چون سهیل یمن، بنفشه دمیده به گرد سمن. کلاه جهان پهلوان بر سرش، فروزان ز دیبای رومی برش. به پرده درون دخت پوشیده روی، به جوشی دیدش بران مهرجوی. فردای اون شب خاله پیرم راضی کردم که دست از جون بشوره و گلرخ برام خواستگاری کنه، اما شنیدم که همون صبح به همراه طایفه‌اش به قیش قورشاق برگشتند. پس دیدی زاتر ما بچه نیست. چه تعبیر مهملی کردی محمد حسین، این تمثیلو که برای هجران مشروع به کار نمیبرند. سخت نگیر ابراهیم عدی، به قول خودت بر سیبیل چیز بود. مبالغه. همین که تو میگی. بدجنس، این تعبیرات و معانیشو که خودت بهتر میدونی. نه، از شباهت سبیل و سیبیل خوشم میاد. بالاخره هرچی باشه ما با هم خیلی فرق داریم. من هنوز بچم، نگاه به عقلم نکن. بچه که نه، جوونی. خب شاعر جوون، از دیشب تا حالا بیتی چیزی نگفتی؟ دیشب اصلا میل به شام نداشتم. تازه رقیه بازی بازم آبگوشت آورد. منم گفتم رقیه بازی باشی منتاجی، اتیات ایتا منه برکتا. پسر جون شعرو که برای شکم نمیگن. میدونم آدم ها بیشتر صدوری معشوق و اینجور چیزا شعر میگن. خودم من وقتی حافظ میخونم معنی شعرو که میفهمم کیف میکنم. کمال مطلوب همینه، یعنی اینکه خواننده شعر با شاعر همراه بشه. همون رضایت و حظی رو که شاعر هنگام سرودن شعر داشته، خواننده هم هنگام خوندنش داشته باشه. سالها پیش فکر میکردم که شاعر فقط برای دل خودش شعر میگه، اما الان احساس میکنم که شاعر برای کسایی شعر میگه که از شعر اون لذت میبره. نفهمیدی؟ گلرخ اومده. گلرخ؟ آره، اولش که نیست. هر ماه تا سه دفعه مهمون عمه خانم میشه. ظاهرن پای عشق که وسط میاد همه باید کاراشون رو تعطیل کنن. بارکلا، ختم کلام همینه که گفتی. محمد حسین، تو رو خدا بیا برو ببین چه خبره. اشکالی نداره، ولی باید یکی از اون دیوانه شعرتون رو بدین به من. باشه، بوستان مال تو. کلیات شیخ ازل. گلستان. همون کلیات شیخ ازل. قبوله، بیا برو ببین چه خبره. رفتم. بویور بخور. آخه خیلی بدمزه است. بخور، حالتو بهتر میکنه. گزل گز، تو طاقت خوردن یه دوای تلخو نداری. اون وقت میخوای به خاطر ابراهیم جلوی خونواده و تمام ریش سفیدای آباده وایسی؟ چه ربطی داره عمه خانم؟ خیلی رب داره گزم، خیلی رب داره. تازه اولشه، پیرتو میسوزونن.
مثل اینکه سنت‌های این آبادی یادت رفته. سنت عاشق کشی؟ اما خانم، من به خاطر ابراهیم همه چیزو تحمل میکنم. گذشته لگون روخ جان، منظورم یخیدی. برا باخ گل روخ، من ابراهیم و صد برابر اصلان دوستش دارم. خودت هم میدونی که ابراهیم تا چند اندازه تو خانواده ما محترمه، ولی قضیه وصلت تو با ابراهیم قضیه ساده‌ای نیست. قرار ازدواج تو با اصلان سالها پیش گذاشته شده. مگه من قرار گذاشتم؟ گل روخ، یه جوری حرف میزنی انگار تو این دنیا زندگی نمی کنی. قضیه که یه ازدواج ساده نیست. تازه فکرم میکنی همه بزرگترها با تو دشمنن. نه، من میدونم اونا خیرم رو میخوان، اما با فکر و سلیقه خودشون. گل روخ جان، تا حالا دیدی یا شنیدی که یه نفر دخترشو به یه شاعر، اونم یه شاعر فقیر غریبه بده؟ شما درباره ابراهیم چجوری قضاوت میکنید؟ تو این مملکت شعر و شاعری شعرها چقدر غریب و بیکسن. راستی اما خان، امروز این اصلان دیوونه اومده بود دم خونه ما، یه تیر انداخت، بعدش هم گفت ابراهیم اگه این طرفا پیداش بشه مغزشو داغون میکنه. آوا عجب صفه اغلاندی. شمسن داری؟ تلا کردار دیوان کبیر به چه درد توی نیم وجبی میخوره؟ اونش با من، چی کار داری؟ میگی چه خبر بود یا نه؟ بلکن تا بگم غزلیات شمسن نمیخوام، پیشکش خودت. باشه میگم. خیلی خوب، بگو اینم چی؟ ببین پدرزان، گاوت زایده، همین. نفهمیدی؟ نه. اصلاً موضوع رو فهمیده. خب. معلوم نیست کدوم چیره پاک خورده ای جاسوسی طوری کرده. اصلاً هم حالا تفنگ تپاراست کرده، رفته دم در خونه گلروخ گیشگورشاخ، یعنی قشگرک. به این پدر سوخته چه دخلی داره؟ ده همینه دیگه. یه تیر هوایی هم انداخته. خب. گفته این شهریه یه لقبا یه فرسخی خونه گلرخ دیده بشه با همین تفنگم میزنم مغزشو داغون میکنم میفرستم لای دست والدش. غلط کرده، مگه شهر هرته؟ تو این که غلط کرده با تو موافقم، ولی حواستو خوب جمع کن که فعلا شهر هرت. اگه گزایی هم این اطراف باشه کمک اصلان میکنه، نه تو. اصلا بگو ببینم، بابای تو پول داتن یا بابای اصلان؟ پدر هرچی آدم ظالمه. کت خدا چی؟ کت خدا طرف آدم مظلوم میگیره. کت خدا؟ برو بابا. ای دل غافل، میشنوی؟ انگار گلرخم به تو دل بسته نا غلا. مطمئنه گلرخه؟ خودشه. Thank you.
میشنه. اونش با من سیگار داره. سیل است و شبانگاه و جهان غرق در آب است. بیدار کنین خامه همسایه که خواب است. بوم و بر اقطار جهان ریخت در هم، هر جا روی آوای غم و بای قراب است. در ابر سیه مقبره مرتعش ما، چون نعش کبوتر که به چنگال عقاب است. آمال همه نقش براب است و بران آب، نقشی که نمایشگر دنیای سراب است. آمیخت به هم کفر و نفاق تو و شد سیل، وین سد شکسته است کزایات کتاب است. نزدیک شد آن وعده که قرآن خدا داد، نزدیک شد آن وعده که قرآن خدا داد. یا رب چه خطیبی که همه فصل خطاب است. زان سو همه جمع است و از این سو همه تفریق، ای عامل تقسیم و نصیب این چه حساب است. ای قوس قضا عطسه که اشباح شیاطین، در قبضه خمیازه یک تیر شهاب است. بیتی به من ای خواجه شیراز که وقتا یک شعر تو را نشعه صد جام شراب است. خیلی ممنون از این که دعوت منو پذیرفتین. لطفاً امرتون رو بگید، باید فوراً برگردم. میخواستم ازتون تمنا کنم اگر اجازه بدید همین فردا بیام خواستگاریتون. خودتون تنها؟ شما بگید چه بکنم. فرصت دارم برم به شهرم تا با خالم برگردم. اصلا فردا با خانوادش میاد خواستگاری من. این که نگرانی نداره. خب امتناع کنید، بگید نه. نمیشه، شما نمیدونید ریش سفیدای آبادی چند دفعه به پدرم گوش زد کردن، تهدیدمون میکنن. یعنی چی؟ یعنی که فردا شما خواستگاراتون رو راضی بدرقه میکنید؟ شما نمیفهمید. از روزی هم که شما اومدید آزارشون به من زیادترم شده. خدا به این آزار بکشدشون گلرخ خانم. به من رحم کنید. کاش میمردم و گریه شما رو نمیدیدم. شما اصلان خانوادهش نمیشناسید. ظاهرن اینجا من هیچ کس رو نمیشناسم.
من میخوایی را ندادمش. اسم خودت نجیبه. رسی چیه؟ چی میخوای؟ میگم ها اصلا میای بریم با هم بازی کنیم؟ نمیشه، الان دارم میرم یه جایی. کجا میخوای بری؟ ما هم با خودت دوار. نمیشه، دارم میرم خونه گلرخ خواستگاری کنم دیگه. بابا گلرخ رو ول کن، اگه بیای بریم بازی ده دفعه همش من چش میذارم. دروغ نگو، دروغ نگو، دروغ نگو، دروغ دشمن خداست. به خدا دروغ نمیگم. میای؟ ها؟ بیارین دیگه. چی قبوله؟ به گفت که تا با شلاق نزدم. قبوله قبوله، میگم قبوله قبوله. دست نگاه منو بابا برو پگر اصلانی بگن اصلان. تشریف بیارید پایین تا با هم صحبت کنیم. عرض کردم بفرمایید پایین تا دو کلمه حرف حساب با هم بزنیم. چی میخوای تو برو؟ میخوام با هم دو کلمه حرف حساب بزنیم، مرد و مردونه. نمیخواد. برو برو برو، با هم تو حرف ندارم. برو. عرض کردم با هم دو کلمه حرف حساب بزنیم، مرد و مردونه. نمیخواد. کشتت تو مال کشتت بگیرید. شهر هر غلط اینجا میخواد بکنه. این اصلا از کجا پیدا شده؟ چی میشناستش؟ چی کاره هست؟ چجوری؟ گوش کن، اصل مقصر پدر دختره هست. همه پارسال ازدواج گلرخ و اصلان مخالفت میکرد. اگه چنانچه مخالفت نمیکرد کار اینجا کشیده نمیشد. علی چمنی باید بدونه ریش سفیدای آبادی نمیذارن اسم دختر اینجوری سر زبونا بیفته. این کارو بسپرید به من، خودم درستش میکنم. انشالله انشالله ما هم خوشبین هستیم. Thank you.
من مادر گلرخ هستم. خوش آمدید بانو. شرمندم. مهم نیست، خیلی اذیت نشدم. به خدا قسم، به روح رسول الله، راضی نبودم خون یک انسان بیگناه ریخته بشه. گناهش بیفته گردن دختر من. از این قضا که نخوردی. اشتهای خوردن ندارم، بس بس که کتک خوردم. وقت لمسان یه ممسان این خان فرستاد. رو با خدا، به روح رسول الله قسمت میدم، این وجه ناقابل از من قبول کن. جلده از اینجا برو. خواهش دلیرم، تمنای لیرم. من تو زندگیم خیلی گناه کردم، هیچکی نمیدونه ها، ولی چرا بابام میدونه. بابام میگه بیمار بشی خوب میشه، میگه دومدت میکنم که دیگه گناه نکنی. اون هم باید وقت گناه میکنم اونقدر پشیمون میشه، ولی باشه تو میره تو چلنم. بابام میگه هیچکی ملزوم نیست. تو میدونی شاعرها همشون عاشقن؟
خودش نمیخواست، اگر نمیتونست زن اون دیوونه نشه. قربان اولم سنم، درسته که تو بیشتر از سنت میفهمی، ولی اگه 70 سالت هم بشه بازم نمیتونی زنا رو بشناسی. بعضی از زنا به یه نفر احتیاج دارن که بتونن بهش تکیه کنن. حالا گلرخ میتونه به اون اصلان دیوونه تکیه کنه؟ گزومون عشقی، گفتم نمیفهمی؟ شاید ابراهیم از اصلانم بدتر باشه. آهوی وحشی.